مجید جان سلام. سلام. صدا میاد صدا خوبه. قاسم، آرمین، عزیز، همه لایو چت سلام میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه. سریع بریم سراغ اصل مطلب. من خیلی در مورد شنبه حرف داشتم ولی خب انقدر حرف تو حرف میاد. من واقعا برای بابک حالم گرفته شد. آخرش اصلا نمیفهمم این تیپ اصلا چه بحثیه که از اول برنامه اگه شما نگاه کنی من لاچه بگو بابک. اگه میشه بگی موضوع چیه؟ نه من به خاطر اینکه تو گفتی من با این هم رزمم هم مبارزم بغلش وای میستم. ببخشید مجید جان شرمنده کسی نمیدونه. مجید جان کسی نمیدونه دارین در برای چی صحبت میکنین. اگه میشه توضیح بدین که در برای چی صحبت میکنین بعد نظرتون رو بگید. برنامه شنبه رو اگه کسی ندیده بره ببینه، مخصوصا اون قسمت آخری که آقای خسرو فروهر میخواست تموم کنه، یه بحث به حساب یه ذره بالا شد، صحبتش یه ذره تون بود، صحبت ایشون تون بود. و من اصلا منظورش اصلا یه حالت عصبی داشت از اول برنامه به پر به پر به همه هر کسی. بابا کسی که من میای خودتو میذاری جلوی دوربین بعدم داری مبارزه سیاسی میکنی، آخه آدم اینقدر ببخشید ناز ببرنه. من خیلی دنبالش دارم. بابا تو اوکراین یارو رو میکنن تو سلطه آشغالی وزیر، همون موقعشون رو میکنن تو سلطه آشغالی، بعد شما میان اینجا میخواین مبارزه سیاسی بکنین برای یه چیزی دارین. یا مثلا اون آقای فخرآور میگه باید به من احترام بذارین اومدن. آخه برای چی این باید از کجا میاد؟ من باید به شما احترام بذارم؟ من نباید بی احترامی کنم بهشون ولی باید احترام بذارم؟ شما نمیفهمم. من با بی احترامی مخالفم. من با اون حرف نیلوفر الان اومد و اون هشتکه مخالفم. حالا هر کسی هر عقیده‌ای داره میتونه اوشون آزاده که میذاره دیگه، یه همچی چیزی رو میذاره، آزادی بوده که گذاشته و که بره بذاره. ولی من دنبال روی اون نمیشم. من نمیدم که مثلا از حق، من مخالف این داستانم. استراتژی من برای مبارزه با اسلام یا مثلا جلوی چندم جمهوری اسلامی اینجور حکومت ها این سبکی نیست، دوست ندارم. فکر میکنم اصلا دیالوگ برقرار نمیشه اینجوری. وقتی من یه همچین کلمه میذارم آیا یه مسلمون میاد بشینه اصلا با من حرف بزنه؟ از اولش تو جنگ و کدوم کلمه نیست. کدوم کلمه زیدم مثلا به اسلام بعد من بیام تو مثلا یه همچین کانالی مثلا بشینم صحبت کنم؟ نمیام. ولی وقتی کانال شما مثلا اسمش اینه میاد، مثلا اون آقای هاشمی با زئوس میام صحبت میکن، یا یه مسلمون میاد میشینه با تو بحث میکن. این دیالوگ با اون هشتگ به نظر من برقرار نمیشه. اون فقط برای مجید. نه اتفاقا برعکس، من کلی از مسلمان ها رو قانع کردم خب که من از خیلی از اسلام ستیز، من اسلام ستیزم خب، ولی نه و یه حرفایی خواهم زد، نه جلوشون اگه دوست ندارن جلوشون نه خب، یه حرفایی میزنم که به شدت اینا بهشون برمیخوره. اگه جلوی من بودن و دوست ندارن بشنون نمیگم، ولی اگه تو جاهایی که خودم هستم میگم، اگه دوست ندارن لازم نیست بشنون خب. ولی من درسته که یک حرفایی میزنم که مسلمون دوست ندارن، ولی از مسلمون ها دفاع میکنم. علیه اسلام هیچ وقت من جلو خودم رو نمیگیرم خب، بدترین توهینا رو میکنم. ولی برخلاف خیلی از اسلام ستیزها از حقوق مسلمان ها همه جای دنیا دفاع میکنم و من بهشون دارم میگم این مهمتره خب. شما باید بتونین قبول کنین با کسایی زندگی بکنین که از حقوق شما دفاع میکنن، از رفاه شما دفاع میکنن، از سلامت زندگی شما دفاع میکنن، ولی حرفایی میزنن که شما دوست ندارید. به جای اینکه ببینید یه کسای دیگه وجود دارن که ممکنه بیان بگن ما به اسلام توهین نمیکنیم، حرفش نمیزنیم، ولی اینا ممکنه خودشونشون ندن، بیان تو قدرت ممکنه بیان حقتونم بگیرن خب. من دارم میگم کدومش برای شما مهمتره؟ اینکه یه چیزی بهتون بر بخوره، یا اینکه یه کسی مثلا حکومت مثلا چین داره بهتون ظلم میکنه، من با مسلمونا هم جبهه میشم علیه حکومت چین، حکومت هند داره به شما زورگویی میکنه، من با مسلمان ها هم جبهه میشم علیه حکومت هند خب. تا
توی اروپای غربی دارن به شما مثلا میان به شما مثلا بد و بیرا مثلا کارتون ازتون میگیرن، از لحاظ مهاجرتی حقوقتون ازتون میگیرن. من از شما دفاع میکنم، از حقوق شما دفاع میکنم. کدومش مهمتره؟ حقوق شما مهمتره؟ سلامتی یعنی رفاه شما مهمتره؟ امنیت شما مهمتره؟ یا یعنی اینکه یه کسی حرف نزنه، یه چیزی ما نگیم که بهتون بر بخوره؟ کدوم اینا مهمتره؟ من خیلی دارم نشون میدم با اینکه این همه اسلام ستیزم، شما به عنوان یک مسلمان، به من به عنوان یک انسانگرا، عقایدتون هر چی قدم عقایدتون زشت باشه، من به عنوان یک انسان از همه حقوق شما دفاع میکنم. کدوم این از اینا کدومش مهمتره مجید جان؟ ببین آرمین جان، شما ممکنه الان مثلا با یه سری دانشگاهی یا چیزی که مثلا تو رو میشناسن، بعد این توضیحاتو بعدن مثلا براش میدی، حق و حقوقشو میگی، نه اینکه اول من بیام یه هشتگ اونجوری بزنم. اصلا نمیام با حرف بزنم. من نمیدونم تو چه تیپ آدمای اسلامی رو میگی. کاملا غلطه. من فکر کنم مثلا تو ایران، افغانستان، نمیدونم بنگلادش، آقا این میاد اصلا با تو بشینه صحبت کنه وقتی تو داری اینجوری توهین میکنی به عقیده طرف. بعدم میدونی که اونا عقیدهشون، ما تو میگی به عقیده طرف فقط توهین میکنی، اونا عقیدهشون و خودشون و اینا همش براشون یکیه. یعنی وقتی بهش توهین میکنی به عقیدهش، یعنی به خودشون. ما باید با همین بجنگی. من ببین اگه بکن. کسی که عقیده، من میگم ما نکن. کسی که من مخالفم. ببین مجید جان، کسی که عقیدهش با هویتش یکیه، خب فقط ریدم به اسلام و توهین حساب نمیکنه. بگیم محمد شما آدم خوبی نبودم، توهین حساب میکنه. ما باید بیایم هویت رو از عقیده جدا بکنیم. خب ما باید بیایم نشون بدیم که قابلیت اینم داریم که اونا به ما توهین بکنن. خب ببین یک خیلی باید تو لایف چت، دارن به ما میگن آرمین مسلمونی که ریدم به اسلام رو ببینه نمیاد بحث کنه. مجید درست میگه، کاملا این برخلاف چیزیه که ما دیدیم. خب من نمیدونم چی دیدی، ولی من این چیزی که ما میبینیم نمیام. باقا من رفیقم هم اگه برام بهش بگم که مثلا بلان دین تو، و اصلا با من حرف نمیزنه یارو، با جای اینکه مثلا بشینم باهاش صحبت کنم، بعد اون حق و حقوقی که تو میگی بهش بگم، بعد بگم من بهتره اینو آزاد کنیم، بذار توهین بشه، اما آزادی به خاطر حق تو ما مبارزه میکنم. این توضیحات بعدیه، ولی اول بسم الله من با شمشیر نمیام جلو. مجید من که یه مسلمون دارم باهاش صحبت میکنم که نمیام بگم مثلا یه نفر بیا بگه آرمین تو عقیدت چیه، من جلوی خودش بگم من عقایدم اینه که ریدم تو اسلام. من که نمیگم که تو، من در مورد اون هشتگی داشتیم صحبت می‌کردیم. من هشتگر استفاده میکنم، ولی نه در واکنش به با صحبت یک با مسلمون. ببین من یه مسلمون وقتی نمیخواد بشنوه که ریدم به اسلام، من نمیام وقتی که داره حرف منو گوش میکنه یه چیزی رو بگم که دوست نداره بگه. خب من ولی وقتی که توی سوشال میدیا یه چیزی رو میذارم بیرون، برام میگم که شما وظیفتون کسی که چیزی رو دوست نداره بشنوه، وظیفش خودش اونه که چیزایی که دوست نداره سانسور کنه، نه اینکه من بیام خودم رو سانسور بکنم. خب من دارم به مسلمان میگم، اگه یه مسلمان من دارم باهاش صحبت میکنم یه چیزی بگم که دوست نداره بشنوه، چون جلوی من بوده این بهش تحمیل شده، من ضد تحمیل کردن چیزی هستم که یه کسی دوست نداره بشنوه. خب ولی وقتی که جلوی چشم من نیست، وقتی که جلوی باهاش حرف میزنم، من اگه یه چیزی دارم میگم میبینه، خب اون خودش میتونه منو بلاک بکنه یا میتونه بگه یه هشتگ رو میتونه دنبال نکنه، فرق داره. خب معلومه که من وقتی با مسلمون صحبت میکنم خیلی دوستانه، خیلی صمیمانه، با احترام صحبت میکنم. اگرم چیزی رو بگه من دوست ندارم بشنوم، میگم خب نمیگم دوست نداری بشنوی دیگه، نمیگم. سعی میکنم که جوری صحبت بکنم که دوست داره. ولی وقتی خودم هستم، وقتی کانال خودم هستم، تو سوشال میدیا خودم هستم دیگه، اینجا جای منه دیگه، نمیتونی بگی خودت اینجا سانسور کن. من کی گفتم سانسور کن؟ من فقط گفتم من دوست ندارم اون استراتژی توهین رو با توهین شروع کنم. به خاطر اون هشتگ میگم اون با توهین شروع کنم. من اصلا به کانال تو و تو و سبتی که تو میری جلو کاری نه. تو گفتی بریم حمایتش میکنم. گفتم اون با توهین شروع نشد. اون با توهین شروع نشد. مجید اون هشتگ با توهین شروع نشد، اون هشتگ با این شروع شد که یه نفر اومد به یه خانومی گفت حجاب تو چه می‌دونم رعایت کن تو خیابون به خاطر اسلام. خب یعنی یه کسی دارن اسلام رو تحمیل میکنن به مردم، این خانوم هم جواب داد ریدم تو اسلام. حالا این داستان که همه نمیدونم اون هشتگ رو میبینم. بابا داستان همه نمیدونم. ما نمیدونیم که اسلام داره به ما تحمیل میشه. بله بابا
بذار یه دور دیگه میخوام اون فیلمو پخش کنم. باش. خب ولی منتظر زیاد هستم بابک جان. ببین ما که نیفتادیم دنبال مردم که کسی که نمیخواد بشنوه بریم دنبال مسلمان ها، کسی که نمیخواد بگیم ما هم چکره تو این شالد افتاده از شالد افتاده میگه میدونم که بکشش باید بکشش باید بکشش بگم به تو میگم در بیا چرا بگی؟ جمهوری اسلامی قانونه ویدم تو اسلام ویدم تو اسلام ویدم تو اسلام کاملا این به جا بود. به جاست. منم نمیگم این به جا نیست. من اصلا مخالف این داستان که تو خصوصی با یکی داره صحبت میکنه میگه. اصلا من با هشتگه میگم هشتگ آخه گفت توش جمع شدن نمیدونم ترند شده فلان شده همه حرفای خوب میزنن اون تو فلان اینا داستان این بود. وگرنه من مخالفت من که در مورد روزنامه ها گفتیم دانمارک گفتیم گفتیم اینا لازمه یک کشوری مثل دانمارک روزنامهش نوشته حقشو بنویسه. من اصلا مخالفتی با این چیزا ندارم. میگم من اگه مثلا با یکی میخوام بحث کنم توهین نمیکنم بهش. با توهین منم معلومه که نه منم نمیکنم. من وقتی دارم با یه مسلمون صحبت میکنم توهین بهش نمیکنم، خب توهین به عقایدش هم نمیکنم، خب ولی وقتی که اونجا نیست توهین به عقایدش میکنم. میکنیم وقتی میکنم و رواجش هم میدم، خب و ولی حتی و از هر کسی دیگه هم که بخواد توهین بکنه از حقوقش دفاع میکنه. بعدم توهین با فحش فرق میکنه. توهین ببین خودتون نه فحش ببین من فحش خودم دوست ندارم. اینا رو خوشم نمیاد کلا منم خوشم نمیاد. منم سلیقه منم نیست. ببین مجید چیزی منم خوشم نمیاد ولی چیزی که خوشمون نمیاد رو نمیتونیم بگیم نباید بقیه بکنم. منم نه که گفتیم نه بابا ما نگفتیم بقیه غلط میکنیم بگیم به ما چه مربوطه. میکنم دیگه دارن میکنم مگه به حرف من و تو میشینه کسی گوش میده؟ آزاد دنیای آزاد اینم اینترنت برابون این چیزا. حالا داستان همین بابای فربهر و اینا بود برنامه شنبه بود. آره اگه میشه البته اگرم دوست داشته باشین من توییتر اتفاقا آوردم یک صحبتی هستش که هم آقای خسرو فربهر کرد در مورد همین ریدم هشتگ ریدم تو زرتشت. اگر صلاح بدونین اونم یه دقیقه نشون بدم آدمین چون به بحثمون هم ارتباط داره فکر میکنم. باشه باشه باشه. خب بعدش هم مجیدم بعد از اینم ببین الان 12 نفر منتظرن. آره دیگه منم برم. آره باشه من خواستم حرف که زیاده ولی خب دیگه خیلی شده خونده میشه؟ بله بله. دقیقا خطاب کردن به آقای علی ابراهیم زاده که یه بارم تو برنامه ما بود آرمین که گفتن که حزب اللهی یک شب آتئیست اللهی شده همان رفتار در ظاهری دیگر که این شخص از ریدم تو زرتشت استفاده کرده. خب ببین این برایش زرتشتی رو ما اتفاقا برای همین باید بگیم کسی بخواد بیاد بگه که این کارا اشتباه این کارا رو کسی نباید بکنه. خیلی جالبه ها. چی گفتن؟ گفتن حزب الله آتئیست چی شده؟ حزب اللهی شده؟ حزب اللهی بذار یه بار دیگه بخونم آتئیست شده حزب اللهی یک شب آتئیست اللهی شده. خب ببین آتئیست اللهی شده. ببین چقدر این نقل جالبه. به ما میگن گوش کن بابک همین رو نگه دار. به ما میگن که ما اگه بگیم ریدم به اسلام و ریدم به زرتوش ما داریم میگیم اسلام و زرتوش انگار یکی هن این شبیه همه. خب در صورتی که اینا دارن این کارو با ما میکنن. اینا دارن میان میگن ما آتئیست اللهی هستیم در صورتی که اسلام یک دینیه. خب که داره میاد میگه ما سر ما رو باید بزنن. خب ما رو باید به صلیب بکشن در صورتی که کاری که ما داریم میکنیم اینه که فقط داریم یه هشتگ میذاریم این کجا اون کجا. اون وقت میان میگن ما داریم میگیم زرتشتی و اسلام انگار یکیه. خب اونا دارن ما رو مقایسه میکنن با دین اسلامی که اینقدر خشنه. خب اگه برای ما غلطه که مگه به زرتشتی اهانت بکنین پس چرا شما حق دارین ما رو با
آتیست روشه ما رو با آیت اللهی مقایسه بکنیم. خب پس اگه شما میکنیم پس ما نکنیم، یعنی چی؟ این کجا اون کجا؟ حالا اینو بگم اینو که آقای خود فرهنگ گفتش که ما بلن. اصلا من سوال هست اصلا چه حقی بهشون داده میشه که ما نباید توهین بکنیم؟ آره ببین دقیقاً ما برای همین الان میگم بگیم ریدم به زرتشت، برای اینکه دارم میگم ما نباید توهین بکنیم. وقتی یه کسی میگه نباید، اون موقع یه کاربرد داره که ما توهین کنیم. هر موقع یه کسی گفت نباید، اگه این داره رواج پیدا میکنه کاربرد داره که ما توهین کنیم، برای اینکه نشون بده که این تابو رو باید بشکنیم. ما این تابو مابو نداریم. اینو آره. ولی خب میگم این آتئیست اللهی رو آقای فربهرم به همه گفته که اونجا، مگه نگفت؟ من تمام اون لایو چت رو دیدم. حالا یکی دو تا بود مثلا توهین طوری، اما اونجوری نبود. اونطوری نبود این ریاکشنی که داشت از خودش دخه. اصلا من مونده بودم چرا؟ چند جایی دیگه هم دیدم اینجوری میپره به همه رو. من نمیدونم حالا هر استراتژی آدم ها با کارشون و ببینیم چقدر مقبولیت پیدا میکنن. کاری که تو میکنی، زحمتی که کشیدی، اون دانش تاریخی که تو رفتی پیدا کردی آوردی، ولی اینجوری کسی اصلا به حرفت گوش نمیده. یه چیز دیگه هم بگم وقتی ما میگیم مثلا بگیم وقتی رواج پیدا میکنه که بگن ریدم به اسلام، حالا یه نفر میاد میگه مثلا ریدم به زرتشتی، این به خودی خودش هیچ پیشنهادی نیست که مثلا زرتشتی و اسلام شبیه همه. خب ولی یه نفر که میاد میگه که آتئیست اللهی، خب آتئیست اللهی یعنی روشه ما با روشه اسلامیان یک شباهت داره. خب اینا داره میاد به ما نقد میکنه که ما میگیم اسلام و زرتشتی یکیه، در صورتی که ما اصلا هم حرف نزدیم. ولی ما حرف رو که داریم میزنیم میگیم مثلا چه میدونم ریدم به زرتشتی، اینا رو یکی میکنن با سربریدن مسلمونا، با خاطر که از همون لغت آیت اللهی اینا دارن استفاده میکنن. یعنی چیزی که خود دیگه گفتم. خیلی خب بریم سراغ نفر بعد اگه میشه. بذار این تیکش هم من بذار پخش کنم یه تیکش هم. و بعد شما راحت میتونید، خب من یه بار الان صحبت میکنم نوبتم تمام میشه و بعد شما راحت میتونید جواب من رو بدید و بعد دیگران میان و این بحث ناتمام میمونه و این انصاف نیست، چون هرچی باشه من تا حدی شناخته شده هستم و پاسخهای کافی به سخنان شما دارم. برام پیشنهاد میکنم یه جلسه الان میذاریم من و شما، فقط روزی که خودتون خواستین، هر رسانه‌ای که خواستید، یا در همین اسپیس، و من پاسخ صحبت‌های شما رو تک تک میدم. مناظره که هر کدوم از ما 3 دقیقه صحبت میکنه، کل برنامه رو میذاریم 1 ساعت. اون موقع دوستان میبینن که در همین صحبت‌هایی که من در این چند دقیقه که اینجا بودم از شما شاهد بودم تا چه تناقض وجود. بذارید آقای علی پروفزاده خودم به شما معرفی کنم. من از اینکه 30 سال در اپوزیسیونم، استاد مسعود انصاری که 37 کتاب در رد اسلام نوشته، استاد من، دوست من بوده. نامه‌هاش موجوده، مصاحبه‌هاش با من موجوده. استاد مسعود انصاری هرگز نگفت ریدم به اسلام، بلکه اومد اسلام رو نقد کرد، رد کرد و تاثیرگذار بود. ولی من وارد این بحث نمیشم که شما نوشتی ریدم به اسلام درست است یا غلط. واقعا خیلی روش بگم، من واقعا علاقه ای ندارم که با شما مناظره بکنم. من اصلا علاقه ای ندارم خیلی به حرف زدن. کار من اکت کردنه، کار من اکتیویست، من یه کاری انجام میدم، هزاران نفر راجبش نظراتشون رو میگن و من دنبال همین گفتمان ایجاد شدنه. یعنی من دست میذارم روی سری نقاط حساس که مردم راجبش حرف بزنن، چیزایی که علاقه ندارن راجبش حرف بزنن، چیزایی که دوست دارن سرپوش. خب مرسی بابا کلی، دیگه بریم سراغ بقیه اگه میشه. دقیقاً بچه‌ها مرسی فعلا.